خودم نمیگیرم، به احترام هنر، به احترام زیبایی، به احترام اون رحمتی که همه عالم رو گرفته، به اون احترام شما بلند شد. منم به همون احترام بلند میشم و به همون احترام سر در آستان معبد هنر گذاشتم. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را در گذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق. رقیق یه منش هم زیباست، رقت و دقت و ظرافت ارتباطی با زیبایی داره. آدم باید حرفای قشنگ بزنه که تأثیر بکنه. در دل خداوندم گفته یه جور به خصوص اگه حرف بزنی من قبول میکنم. نوع حرف زدن شیطان خوب نیست. بعضی ها حتی توبه که میکنن نوع حرف زدنشون خوب نیست. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها زسرار توست. امشب میخواییم از اکسیر زیبایی صحبت کنیم، یکی از تجلیات اون مبدلی است که علی الدوام تبدیل میکنه، تحویل میکنه، یا محول الحول و الاحوال، یا مقلب القلوب و الابصار. یکی از کاراش هم این است که دائما عالم رو دگرگون میکنه و تبدیل میکنه چیزی رو به چیز دیگه، خاک رو آدمیزاد میکنه، دهد نطفه را صورتی چون پری. چه کرده است بر خاک یا بر آب صورتگری؟ به همجد درباره اون مبدل خیلی صحبت کردن. مولانا میگه بنابراین تو این تبدیلها رو دیدی، بنابراین به تبدیلها توجه نکن، به مبدل توجه کن. از مبدل هستی اول نمان، هستی دیگر به جای آن نشان. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جوی و مبدل را پرست. دیده دل چون به گردون دنگریست، دید آنجا هر دمی میناگریست. دارن میناگری میکنن. قلب اکسیر است و قلب اعیان است و اکسیر محیط. ائتلاف خرقه تن بی مخیط. این لباس رو تن ما کرده، لباس بدن رو، یه دون سوزنکاری هم نیست که درز نگذاشت بدن، ببینید کجا رو به کجا بس کرده. ائتلاف خرقه تن بی مخیط. و ائتلاف یعنی الفت دادن بین عناصر متکثر، آنچنان الفتی داده که 100,000,000,000,000 عضو رو و جزء رو و ذره رو طوری کرده که شما میگی من. این چه معجزه ایست خدا میدونه. از این جهت امشب میخوایم که در خواص این اکسیر صحبت کنیم، ببینیم این دوای زیبایی اگر از تو دوا بذاریم، اکسیر بذاریم، کیمیا بذاریم، چه خواصی داره و ما چطور میتونیم از این بهره‌مند بشیم و کجا این اکسیر رو پیدا بکنیم، از کدوم دکانی بریم بخریم. مولانا تعریف خیلی بدیعی داره از زیبایی که اول خطاب میکنه به حضرت حق که تو دستور بده که اولا اینقدر غم و غصه تو دنیا نباشه، دستور بده که این درخت ها خزان نشن. حرام گشت از این پس فقان و غمخواری. یه کاری بکن که دیگه غصه حروم بشه. غصه رو حروم کن، همونطور که شراب حروم کردی غصه رو میتونی کن که ما نخوریم اصلا. حرام گشت، حرام کرده، در واقع حرام کرده، ما بی خودی میخوریم. هیچی بنزه قصه حروم نیست خوردنش. حرام گشت از این پس فقان و غمخواری. بهشت گشت جهان زان که تو جهانداری. اگر ما فهمیدیم که جهاندار عالم اوست، دیگه باید قصه نباید بخوریم. چه قصه بخوریم؟ قصه رو بره اون کسی بخوره که قصه در آن دل رود که از حبس او توریست. غم همه آنجا شود کان بوت عیار نیست.
اگه او هست دیگه قصه نیست. بعد اشاره میکنه که مثال ده که نیاید ز صبح غمازی، مثال ده که نگردد جهان شب تاری، مثال ده که نریزد گلی ز برگ درخت یا شاخ درخت، مثال ده که کند خار توبه از خاری، مثال ده که رهد هرس از گدا چشمی. چون هرسه که آدم گدا میکنه، آدم گدا چشم میکنه. دستوری بده تو، دستورت متاعه، دستور بده که هرس خلاص بشی، ما از شر هرس. مثال ده که رهد هرس از گدا چشمی، مثال ده که طمع وارهد ز طراری. تمام طراری ها تو دنیا مال چیه؟ تمام نقشه ها و تدبیر ها و تله هایی که درست میکنن و هر چود که فریب ها و مکر ها مال چیه؟ مال این که میخواییم ما طمع کردیم یه چیزی میخواییم به دست بیاریم. تو دستور بده که طمع خلاص بشه از این همه طراری که در عالم هست. ببینید طراری ها همه رو کشته. چقدر در عالم رنج و مهنت و قصه هست به خاطر که یه دوی طمع دارن، خواهد یه خوری چیزی میشترش بکن که تازه نیازی هم به اون ندارن. و این روزگار این طمع طوریست که هرچی هم انسان میره جلوتر روزگار میگه که فردا بهت میدم، تا حالا امروز هم باز کار بکن، از فردا شروع بکن. یکی نیست بگه که این امروز و فردات منو کشته. این روزگار هی امروز و فردا میکنه. هیچ وقتی هم نیست که بگه آقا تو امروز دیگه بشه خوش باش. یه نه، امروز هم چیز بکن، امروز بوده و برای اینکه اینجا یه خور زیادتر بشه. نمیذاره ما راحت بشینیم. مثال ده که طمع وارهد طراری. و تمام اینا رو که میگه بعد ناگهان میگه که مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس. اگه این دستورا رو نمیدی اشکال نداره، اصلا لازم نیست این دستورا رو بدی، با اینکه تمام اینها با حسن بی مثال تو خود به خود انجام میشه. مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس، که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری. بنابراین زیبایی همه این خاصیت ها رو داره. خاصیت این که گلی از شاخ نریزه، خاصیتی که طمع از بین بره، تمام خلق ما خوش بشه، هرس از بین بره، خشم از بین بره، تمام اینا تو زیبایی هست. بنابراین لزومی نداره این دستورات، این همه که گفتم دستور بده اشکال نداره، اگه ندادی هم مهم. مثال گر ندهی، چون یه مثال معنی فرمانه، یه مثال هم معنی حسن بی مثال. مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس، که خصمی که ارتباط که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری. و مستی که هیچ وقت به هوش نیاد و تا شام قیامت، نه تا صبح قیامت، صبح قیامت شلوغه، بگیر ببنده آدم اگه هوشیار باشه نگیرنش. شام قیامت آدم باید به هوش بیاد، نماز شام قیامت به هوش باز آید کسی که خورده بود میز بام داده علم. حافظ میگه که در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بی خود این حواسا رو نکن. گاهی اوقات منع میکنن که آدما تشویق بشن. من آقا بفهمید شما این نه، این از این طرف، این طرف سر میبره. اینجا بی خود نه، این طرفا با خبر باش که سر میشکند دیوارش. یه عده‌ای بگن که خب بشکنه باشه، ما می حاضرین. یه همچین معشوقی اگه هست ما حاضرین. این معمولا وقتی میگه ز راه میکده ها یاران انان بگردانید، نرین از این طرف، یعنی بیاین. که گاهی اوقات نه برای تشویق و ترغیبه. شما مرد نیستین، بفهمی شما مرد پیدا نمیشه اصلا. یه خانمی وارده مجلسی شده بود، حجابش هم برداشته بود و اینا. گفتن آقا بالاخره بزرگان مجلس بودن زمان سعدی اینا. گفتش که مگه نمیبینی اینجا مرد شده؟ گفت کو مرد؟ یه مرد من نشون بدین، من روم بگیرم. مرد این همونده اصلا، کو مرد؟ از مرد رو میگیرن. خلاصه این که میگن گای نیان از این طرف ها، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. مولانا هم تو همین داستان شهروز و بهروز افروز
وقتی که این سه تا برادر میرن اون عکس میبینن و عاشق میشن، این دیدن این عکس در واقع که مواجهه با جمال هنر میتونه انسان رو طالب بکنه. اصلا ما باید طالب بشیم اول دیگه، هفت شهر عشق رو بخوایم طی بکنیم اول باید طالب بشیم. چجوری طالب بشیم؟ یکیش مصاحبت با هنره. هنر آدم طالب میکنه، زیبایی آدم مبهوت میکنه که این کجا بود، این از کدوم طرف ما بریم، این زیبایی در این موسیقی از کجا پیدا شده، میره دنبال خط رو میگیریم، بعد میبینیم که این توازن تناسب هارمونی چیه، هارمونی هم تو میرسید به وحدت، میفهمیم که آخرش خط میشه به خانه وحدت و به اون واحد میرسیم. پس آدم رو طالب میکنه. خیلی ها که طالب شدن رسیدن به یه عکس طالب شدن، چون قبلا مثلا بیشتر میگن که یک کسی شکار رفته بود، بعد ناگهان وسط شکار، هم داستان معروف شاکونتولا در هند، رفته بود شکار بکن، شکار آهو، آهو سرشو برگردون گفت آخه مرد خجالت نمیکشی دنبال ما رو افتادی، هیچ کاری دیگه تو این دنیا نداری، تو من فقط میخوام ما رو شکار بکنی، برو یه کار حسابی بکن، اینقدر نمیخواد شکار بکنی، برو شکار بشو، سید نشو، سید عشق میگوید سید نکن، سید بشو، عشق میگوید به گوشم پس پس، سید بودن خوشتر از صیادی است، آدم برو سید یک کسی بشو. به همجهت اون پادشاه هم تو داستان اول مثنوی میگه که بهر سیدی میشد و بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق او سید گشت. یک کنیزک دید شه در شاه را، شد غلام آن کنیزک جانشان. برای من خیلی ها با دیدن زیبایی اومدن اول شهر طلب، چون مولانا سفارش اکیدش اینه که طالب بشین، خلاصه به هر وسیله ای هست، لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب، سوی او میقیج و او را میطلب، هر جوری میتونی. یکی از زیباترین اشعار مولانا با این کلماتی که میبینید چقدر کلمات لنگ و لوک و ایناست، ولی از این زیباتر دیگه نمیشه، یعنی این مطلب رو از این قشنگتر نمیشه گفت، که میگه هر جوری میتونی، لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب، سوی او میقیج و او را میطلب. اگه مثل اون کفر هم میخوای بگی طالب او باش، اون وقت کفرتو قبول میکنه. اونجا اون چوپان گفتش که تو کجای تا شب من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه سرت، ای فدای تو همه بزهای من، ای به یادت هی هی و هی های من. این موسا که آمد، موسا اینجا مظهر صورت تو ظاهر و این چیزهاست، و به نظرش کفر آمد که این چه گفت با کی، موسا با کی هستت ای فلان، گفت با آن کس که ما را آفرید. ولی اشکال نداره، لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب، سوی او میقیج و او را میطلب. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرما بن کشید. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که میآید سبا. طلب در اثر مواجهه با زیبایی پیدا میشه گاهی اوقات. یه جوانی آمده بود شکار بکنه، بعد دم دروازه رسید، دید یک نوشنامه بر در شهر، گرد آن 100,000 شیشه زهر. گفت عجب، یه عکس گذاشتن ولی 100 شیشه زهرم کنارش گذاشتن که اینا رو هم باید باش بخوری و این همه مشکلات هم داره. با خودش گفتش خب این همه سرشون به باز رفته، سرمون یک بالاخره نمیشه این از دست داد. گفت با چنین گوهر نهنگاویز، از چنین گوهر نهنگاویز، چون گریزم که نیست جای گریز، جای گریز نیست، این چیزی نیست که بتونه بگذره، چشم اگر این است و ابرو این و ناز و غمزه این، الوداع عقل و ایمان، الفراق کفر دین. اما رو بذار کنار، اون عقل و ایمان هم مقصود این عقل و ایمان هاییست که ما بی خودی خیال میکنیم داریم، اونا رو میگن بذار کنار. آمد و گفتش که منتها مثل بقیه بیگدار به آب نزد، تا خبر جست از هنرمندی، میگشت این طرف اون طرف و آقا یه آدم سایر ما معرفی کنیم، ما بپرسیم داستان این چیه، تلسمات چیه، بی خودی که نباید هم در قدم در راه بذاره و قطع این مرحله بی همراهی خیز نکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی، که من این مرحله با این شبت که با مرغ سلیمان کردم. بنابراین تا خبر یافت از هنرمندی، هنرمندی جو معرفی میکنه نظامی در یه مصرع، تا
خبر یافت از هنرمندی دیوبندی سرشت پیوندی. هنرمند کسی که دیوار همه رو میبنده، یعنی تمام زشتی ها، تمام بی‌تناسبی ها، تمامی که هر چه که دیسهارمونی و ناهماهنگی و هر چه وقت که خصومت و دشمنی هست من همه رو میذاره کنار و فرشته با فرشتگان پیوند میکنه. این هنرمنده. همون نقاشاش هم فرشتگانه، برای اینکه میبینید که شما عناصر بسیار متشتت و گوناگونی رو همه رو پیوند میده، صلح میآفرینه. یکی از خواص زیبایی صلح آفرینی. اگر یه روزی دنیا به صلح نهایی برسه، یه وقت زیادش مدیون هنر. چرا؟ برای اینکه الان دو تا هنرمند موسیقیدان میگه آقا تو مثلا بتهوون میشناسی، منم میشناسم، با هم رفیقیم، با هم دست میدن. دو نفر اگر که توی شهر غریبی با هم برخورد بکنن، هر دوشون عاشق موسیقی باشن، خیلی زود با هم رفیق میشن. الان هم هر چی که پیوند تو دنیا هست مال همین بزرگانه. هر چی که تفرقه و دشمنی هست مال اون کسانی است که در سودای نفس و در سودای طمع. اصلا مردم دو دستن. دو تا سوال هست تو دنیا که یه سوالش فساد تولید میکنه، یه سوالش همه سعادت ها مال اون یه سوال. بعضی از مردم سوال میکنن که من چه میتوانم از این عالم به دست بیاورم، این موجب فساده. بیشتر آدم ها این سوال میکنن، صبح که بلند میشن میگن من چه باید بکنم که بیشتر بتوانم از این عشبت که سفره، از این خانه یغما نصیب بیشتری ببرم. یه دست هم سوال میکنن که من چه میتوانم بر این عالم بیفزایم که بهتر بشه، چی میتونم اضافه بکنم. اون هنرمنده. دو تا نگاه هست، یکی نگاه سود و سودا، یکی هم نگاه هنرمند. نگاه هنرمند این است که من چی کار میتونم بکنم که این عالم خود بهتر بشه، چه بیفزایم. چون بهتر کردن افزودن دیگه، کمپوزیسیون افزودنه. شما اگر 6 تا برسون 6000 تا نوت بهتون بدن، شما یه صورت به این اضافه کنید، یعنی اینو بردارید بذارید اونجا، اونو بردارید بذارید اونجا، اینا کمپوز بکنید، این افزودنی یک سمفونی میشه دیگه. صورت یعنی صورت کمالی اضافه میشه به هیولا. هیولا یعنی ماده. ماده عالم در اختیار همه هست، گل در اختیار همه هست، چی میتونه از گل یه سبو درست بکنه، بعد نقش بکنه. پس این افزودنه. هیچ افزایشی هم بالاتر از هنر نیست، از کیمیا بالاتر، چون کیمیا بالاخره فلز و آهن تبدیل میکنه طلا، اما هنر خاک رو تبدیل میکنه به چیزی که اصلا هوش از سر انسان میپره و شما رو راهی طریق میکنه. اون کیمیا شنی نداره. ای عاشقان من خاک را گوهر کنم، من کور مادرزاد را در یک نظر بینا کنم. اونی که چشم میده به انسان، یکی از خصوصیت زیبایی میدونی چیه؟ حالا من بذارید همینطور پریشان صحبت کنم، نمیخوام نظم نسل داشته باشه. یکی از خواص زیبایی این است که به آدم چشم میده. خیلی عجیبه، ممکنه بگن آقا این تضاده، برای اینکه اگر تو زیبایی رو ببینی چشم پیدا میکنی. خب اگر چشم نداری که نمیتونی زیبایی رو ببینی. میگن اگر انسان زیبایی رو ببینه چشم پیدا میکنه. نفس مواجهه با زیبایی خودش چشمه، یعنی به محض اینکه انسان مواجه میشه با زیبایی یه چشم تازه پیدا میکنه. سعدی میگه که من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت. چطور میگن که آقا چشمت از اون بردار؟ که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. اصلا ما بیناییمون مال دیدن اوست، ما به سبب دیدن او چشم پیدا کردیم. این که میگن چشمم به جمال شما روشن، برای چی میگن؟ روشن یعنی بینا، یعنی انسان چشمش که به جمال میفته چشمش بینا میشدن. میگن زیبایی چیز، ببخشید، عشق نابینا بود، یه دختری بود نابینا، سراغ گرفت این ور اون ور، دنبال طبیب میگشت. گفتن که یه طبیبی هست اینجا که البته خیلی نازش زیاد و از شیش مو باید وقت بگیره اینا، اسمش زیباییه. و عشق رفت خونه زیبایی، چشمش معالجه شد. به همین جهت هم عشق و زیبایی هم خونه موندن دیگه. گفت من از کجا برم؟ جایی که چشم آدم رو بینا میکنن دیگه آدم نباید اون خونه رو ترک بکنه. مسلمانان حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن، می چون ارغوان هشتن به بانگ ارغنون رفتن. بنابراین زیبایی باعث چشم میشه، زیبایی باعث میشه که انسان عوالم تازه‌ای رو، آیات کبرا رو بتونه ببینه. قرار این جوان آمد یه هنرمندی رو پیدا کرد، سراغ گرفت گفتن که تازه اون هنرمند پشت کوه قافه،
این به این سادگی پیداش نمیشه. درسته بغل دست مردمه، این که گویند اولیا در کوه روند، پیش خلق ایشان فراز صد کوهند. فکر نکنیم مثلا میگن اولیا تو کوهن، یعنی آدم بره تو غار. تو غار نباید رفت، باید وسط مردم بود. منتها در عین این که وسط مردمه، اون فرسنگ ها فاصله داره اون آدم. گفتش که همچو سیمرغ آفتاب شکوه، ببخشید، سوی سیمرغ آفتاب شکوه، شد چو مرغ پرنده کوه به کوه. یه داستان افشار عشق عطار رو ذکر کرده که بنابراین مراحل پی مراحل کرد تا رسید به اون هنرمند. چون دیدار یک انسان بزرگ پایان هفت شهر عشق. بعد اون دیدار که صورت گرفت، اون وقت پیش او سالها خدمتش را چو گل میان بر بست. خدمتشو بست و گفت هرچی شما بگین. شروع کرد درس خوندن و اون حکیم از اسرار پنهانی عالم براش صحبت کرد، تلسماتو براش توضیح داد و با این اطلاعات حرکت کرد، آمد به میدان، آمد و گفتش که من آمدم که اولا انتقام خون همه این سرا رو بگیرم. تو یه نفر که موفق میشه در واقع همه اونا رو نجات میده. بعدن هم همت خودش رو بر این مقصور کرد که من برای خودم چیزی نمیخوام، من میخوام که اون چرا که هیچ کس نتونسته به دست بهش برسه، من برسم تا اینکه همه بتونن به او برخوردار بشن. یعنی یه هنرمند بزرگ که بده میشه، یه فردوسی که بده میشه، همه ما رستم میشه. شما اگر برین در خدمت فردوسی، در حضور فردوسی، یه نقالی بیاد شما رو واقعا آشنا بکنه فردوسی، واقعا همه ما رستم میشیم، پهلوان میشیم، قوی میشیم، نیرومند میشیم، از نظر اخلاقی، از نظر شجاعت و رشادت، همه ما اون یه نفر چون شده، اون مظهر ما. حضرت علی ابن ابی طالب مولا امیرالمومنین که مولانا میذاره میگه شیر خدا و رستم دستان امروز، این رمزه، هر دوش رمز یه نفرن، یعنی یه انسان کامل. اون وقت آمد و اول تلسماتو باز کرد، بعد آمد در رو از طریق سونوگرافی، چون دید در نیست اصلا، طبل آوردن جای مختلف طبل زد، دید که اینجا مثل که صدا خوب بر نمیگرده، همین که اینجا در رو اینجا تعبیه کردن از طریق سونوگرافی، از طریق بازتاب ها. ما در این عالم بایستی که سر صدای بکنیم ببینیم بازتاب ها چیه، از طریق اون بازتاب ها میتونیم راه پیدا کنیم به جاهای پنهانی. در خانه رو که باز کرد اون خیلی خوشبخت شد، گفت مردی پیدا شده، بالاخره یه خواستگاری پیدا کردیم ما که بتونه بیاد همین کار رو انجام بده. بعد آمد پیش پدرش، پدرش هم دیگه حوصله‌اش سر رفته بود از این ناز دختره و گفتش که آخه، گفتش که شرط سه تا شرط انجام داده، شرط چهارم. گفت شاه گفت که شرط چهارم چیست؟ شرط خوبان یکی کنن نه بیست. گفت چند تا شرط میکنه آخه بیچاره رو؟ گفت نه یه شرط دیگه مونده. آمد پشت پرده نشست و گفتش که من سوالات پنهانی دارم. آمد یک دو تا مروارید خیلی کوچک از گوشش باز کرد و گذاشت توی سینی، گفت ببرین این خدمت آقا، بگین جواب اینه بده. تو مروارید کوچی. اینم نگاه کرد به این دو تا مروارید، سه تا مروارید دیگه همونقدر بهش اضافه کرد، گفت جوابش همینه، ببرین خدمتش. از پشت پرده کف زدن و گفت بله درسته جواب. بعد اون مرواریدها رو همه رو ریخت در یه هاونی با شکر و قند کوبید و پود کرد همه رو، به طوری که دیگه قابل تفکیک نبود، و فرستاد خدمت اون جوان که جواب اینو بده. جوان باز یه نگاهی کرد و یه لیوانی گرفت، اینا رو ریخت توی لیوان، یه مقدارم شیر گفت آوردن، شیر آورد اینا رو هم زد، شکرها آب شد، مرواریدامون تعمون، فرستاد خدمت خانم. باز خبر رسید که جواب درست. این مرتبه دختر یک انگشتری از دست خودش در آورد، فرستاد برای پسر، گفت جواب اینو بده. پسر انگشتر دستش کرد، گفت جوابش همین، گفت جوابش همین. بعد یک پسر یک مروارید خیلی درشت و استثنایی از جعبه جواهراتش باز کرد،
فرستاد برای دختر، گفتش حالا شما جواب اینو بدید. دخترم یک مروارید همون اندازه جفت کرد، شد دوتا اندازه او. فرستاد برای پسر که شما جواب اینو بدید. پسر به اون دوتا نگاه کرد، دیگه این سومی نداره. یک مهره ازرق که برای چشم زخم میزدن به اینا وصل کرد و فرستاد و کف دادن و گفتن تمام شد، سوالات تمام شد و ایشون برنده است. پدر یعنی بله رو گفتن دیگه. پدر آمده گفت حالا ما رو هم خبر کنیم بالاخره تو چی گفتی، اون چی جواب داد. گفتش که من بهش گفتم این عمر دو روزه، درسته که مرواریده، ولی این عمر کوچک دو روزه این به چه درد میخوره. اون سه تا هم گذاشت روش، گفت گیرم دو روز نباشه پنج روز باشه. اگر 100 سال مانی ور یکی روز به باید رفت از این کاخ دلفروز. فرق نمیکنه به دو و سهش نیست، مهم اینه که آدم عمرش چطور صرف بکنه. بعد گفت این اینا رو همه رو کوبید. گفتش که ما چیکار بکنیم که ذره ذره این مروارید عمر ما با شهوات عالم آلوده شده، قاطی شده، خورد شده، هیچ کس هم نمیتونه جدا بکنه. چیکار بکنیم که این عمر ما از این شهوات جدا بشه، این مروارید عمر ما؟ گفت شیر، شیر معرفت. شیر رمز معرفته. زیبایی واسه چشم میشه، زیبایی باعث میشه که انسان عوالم تازه‌ای رو، آیات کبرا رو بتونه ببینه. قرار این جوان آمد یه هنرمندی رو پیدا کرد، سراغ گرفت. سراغ گرفت گفتن که تازه اون هنرمند پشت کوه قافه، اینه به این سادگی پیداش نمیشه. درسته بغل دست مردمه، این که گویند اولیا در کوه روند، پیش خلقیشان فراز صد کوهند. فکر نکنید مثلا میگن اولیا تو کوه هن، یعنی آدم برید تو غار. تو غار نباید رفت، باید وسط مردم بود. منتها در عین این که وسط مردمه، اون فرسنگ ها فاصله داره اون آدم. گفتش که همچو سی مرغ آفتاب شکوه، ببخشید، سوی سی مرغ آفتاب شکوه، شد چو مرغ پرنده کوه به کوه. یه داستان هفشر عشق عطار رو ذکر کرده که بنابراین مراحل طی مراحل کرد تا رسید به اون هنرمند. چون دیدار یک انسان بزرگ پایان هفشر عشق. بعد اون دیدار که صورت گرفت، اون وقت پیش او سالها خدمتش را چو گل میان بر بست. خدمت چو بست و گفت هرچی شما بگین. شروع کرد درس خوندن و اون حکیم از اسرار پنهانی عالم براش صحبت کرد، تلسمات رو براش توضیح داد و با این اطلاعات حرکت کرد، آمد به میدان، آمد و گفتش که من آمدم که اولا انتقام خون همه این سرا رو بگیرم، چون یه نفر که موفق میشه در واقع همه اونا رو نجات میده. بعدنم همت خودش رو بر این مقصور کرد که من برای خودم چیزی نمیخوام، من میخوام که اون چرا که هیچ کس نتونسته به دست بهش برسه من برسم، تا اینکه همه بتونن به او برخوردار بشن. یعنی یه هنرمند بزرگ که بده میشه، یه فردوسی که بده میشه، همه ما رستم میشه. شما اگر برین در خدمت فردوسی، در حضور فردوسی، یه نقالی بیاد شما رو واقعا آشنا بکنه فردوسی، واقعا همه ما رستم میشیم، پهلوان میشیم، قوی میشیم، نیرومند میشیم، از نظر اخلاقی، از نظر شجاعت و رشادت، همه ما اون یه نفر چون شده، اون مظهر ماست. حضرت علی ابن ابی طالب مولا امیرالمومنین که مولانا میذاره میگه شیر خدا و رستم دستان امروز، این رمزه، هر دوش رمز یه نفرن، یعنی یه انسان کامل. اون وقت آمد و اول تلسمات رو باز کرد، بعد آمد در رو از طریق سونوگرافی، چون دید در نیست اصلا، طبل آوردن جای مختلف طبل زدید که اینجا مثل که صدا خوب بر نمیگرده، همین که اینجا در رو اینجا تعبیه کردن از طریق سونوگرافی، از طریق بازتاب ها. ما در این عالم بایستی که سرسدایی بکنیم این بازتاب ها چیه، از طریق اون بازتاب ها میتونیم راه پیدا کنیم به جاهای پنهانی. در خانه رو که باز کرد اون خیلی خوشبخت شد، گفت مردی پیدا شده بالاخره، یه خواستگاری پیدا کردیم ما که بتونه بیاد همین کار رو انجام بده.
بعد آمد پیش پدرش، پدرش هم دیگه حوصله‌اش سر رفته بود از این ناز دختره، و گفتش که آخه گفتش که شرط سه تا شرط انجام داده، شرط چهارم. گفت شاه گفت که شرط چهارم چیست؟ شرط خوبان یکی کنن نه 20. گفت چند تا شرط میکنه آخه بیچاره؟ گفت نه یه شرط دیگه مونده. آمد پشت پرده نشست و گفتش که من سوالات پنهانی دارم. آمد یک دو تا مروارید خیلی کوچک از گوشش باز کرد و گذاشت توی سینی، گفت ببرین این خدمت آقا، بگین جواب اینه بده. تو مروارید کوچک اینم نگاه کرد به این دو تا مروارید، سه تا مروارید دیگه همونقدر بهش اضافه کرد، گفت جوابش همینه، ببرین خدمتش. از پشت پرده کف زدن و گفت بله درسته جواب. بعد اون مرواریدها رو همه رو ریخت در یه هاونی با شکر و قند کوبید و پود کرد همه رو، به طوری که دیگه قابل تفکیک نبود، و فرستاد خدمت اون جوان که جواب اینو بده. جوان باز یه نگاهی کرد و یه لیوانی گرفت، اینا رو ریخت توی لیوان، یه مقدارم شیر گفت آوردن، شیر آورد اینا رو هم زد، شکرها آب شد، مرواریدامون تموند، فرستاد خدمت خانم. باز خبر رسید که جواب درست. این مرتبه دختر یک انگشتری از دست خودش در آورد، فرستاد برای پسر، گفت جواب اینه بده. پسر انگشتر دستش کرد، گفت جوابش همین، جوابش همین. بعد یک پسر یک مروارید خیلی درشت و استثنایی از جعبه جواهراتش باز کرد، فرستاد برای دختر، گفتش که حالا شما جواب اینه بده. دخترم یک مروارید همون اندازه جفت کرد، شد دوتا اندازه او، فرستاد برای پسر که شما جواب این بده. پسر به اون دوتا نگاه کردی، دیگه این سومی نداره، یک مهره ازرق که برای چشم زخم می زدن به اینا وصل کرد و فرستاد و کف دادن و گفتن تمام شد، سوالات تمام شد و ایشون برنده است. پدر یعنی بله رو گفتن دیگه. پدر آمده گفت حالا ما رو هم خبر کنیم بالاخره تو چی گفتی، اون چی جواب داد. گفتش که من بهش گفتم این عمر دو روزه، درسته که مرواریده، ولی این عمر کوچک دو روزه این به چه درد میخوره. اون سه تا هم گذاشت روش، گفت گیرم دو روز نباشه 5 روز باشه، اگر 100 سال مانی بر یکی روز به باید رفت از این کاخ دل افروز، فرق نمی کنه به 2 و 3 نیست، مهم اینه که آدم عمرش چطور صرف بکنه. بعد گفت این اینا رو همه رو کوبید، گفتش که ما چیکار بکنیم که ذره ذره این مروارید عمر ما با شهوات عالم آلوده شده، قاطی شده، خورد شده، هیچ کس هم نمیتونه جدا بکنه، چیکار بکنیم که این عمر ما از این شهوات جدا بشه، این مروارید عمر ما. گفت شیر، شیر معرفت، شیر رمز معرفته. میگن پیغمبر اکرم شب معراج شیر برنج میل فرمودن در اونجا که مهمان خدا بودن، عبی تو اند ربی. یک کسی میگفت آقا من همه کار پیغمبر رو دوست دارم اینا، ولی اینو خیلی تعجبه بر من که یه مهمونی به این عزیزی از این راه به این دوری این همه مراحل طی کرده، حالا اونجا یه دونه مهمونم بیشتر نبوده، میزبانم خدای آفریننده عالم، شیر برنج گذاشتن جلوی این، این یه قدری بر من ثقیله. نمیدونست که شیر اشرف مایعات، رمزی از اشرف مایعات، و همه لطائف عالم معنا رو بهش میگن شیر، و همه لطائف عالم مادون رو هم گذاشتن در دانه برنج که اشرف حبوباته. بنابراین یعنی اون چه که لطیفترین تحفه عالم هستی بود تبدیلش کردن به شیر برنج، این رمزه. بنابراین گفت شیر معرفت میریزیم، اگر انسان شیر معرفت به کار ببره میتونه لحظه های عمرش رو از شهوت جدا بکنه، شیرینی ها رو هم همه رو بخوره، چون شیرینی رو ما باید بخوریم، حلوا سهم ماست. گفتش که شبی نصرالدین همسرش یه حلوایی درست کرده بود و گفتن گذاشتن تو دولابچه، فردا بیام بخوره. نصف شب ملا بیدار شد و زن رو بیدار کرد، گفت زن بلند شو میخوام یه راز خیلی مهمی رو بهت بگم. گفت چیه؟ گفت عجله نکن. گفت حالا بگو دیگه آخه. گفت نه اول برو اون حلوا رو بیار بخوریم اینا تا بعد میگم. حالا اون هی اصرار رو گفت نه اول حلوا رو بیار. حلوا رو آوردن، حلوا رو خوردن. بعد گفت راز چی بودن؟ گفت راز اینه که تا موقعی که حلوا تو خونه است نگی بخواب، حلوا رو بخور بعد دیگه بخواب. ما باید این حلوا رو بخوریم قبل از این که تمام بشه، برای اینکه این حلوا
اون شیرینی است که بایستی کام ما از اون برخوردار بشه، اون حلوای ایمانه. لا تموتن الا با انتون مسلمون، قبل از این که از این عالم رخت ببندید از این حلوا بخورید، این شیرینی رو با خودتون ببرید اینجا. چون یک کسی میگفت اون عالم چه خبره؟ گفتیم اون عالم دو بخشه، یه بخشش جهنمه، شکنجه و عرشبت که حمیم جهنم و آب جوشان و گرز گرانه، یه بخشش هم عیش و عشرت و حوری و پریون هست. گفتن خب کیا میرن تو قسمت جهنم، کیا میرن بهش؟ گفتن اونا معلومه، اونا که اهل عیش و عشرت بودن میرن بهش، اونا هم که اهل دود و این چیزا بودن میرن جهنم. ما از همینجا امضا میکنیم که ما چی کاره. اگر ما عاشق زیبایی هستیم اونجا به ما زیبایی میدن، وگرنه کسی حوری نمیدن بهش، به خودی که میگن آقا شما چه به حوری، شما اونجا هیچ ارتباطی با زیبایی نداشتین، همه کاراتون زشت بوده، هیچ کاری در مورد زیبایی شما انجام ندادین. اولا که زیبایی ها که ما بهتون اونجا نشون دادیم همه رو ضایع کردین، اذیت کردین، آزار کردین، قدر ندونستین، ولی شما اصلا اهل زیبایی نبودین. شما بفهمین از اون طرف اون عالم، از اینجا ما سفارششو میفرستیم که من اینا رو دوست دارم، من راستی رو دوست دارم، من عشق رو دوست دارم، من محبت رو دوست دارم. اینا رو که شما دوست دارین، بنابراین اونجا میگن خیلی خوب، هم یک سفارش دادیم اینا رو اونجا بهشون بدید. طبعاً یک کسی هم با اعمالش اینجا داره نوشته رو کاغذ لیست داده که من این چیزا رو دوست دارم، میگن آقا شما بفهمید اینجا این کارا رو دوست داشتین، اما الان با همونا مشهور میشه. من احب شیئا حشره الله معه، با همون مشهور میشه. بنابراین زیبایی رو ما باید ثابت بکنیم که ما عاشق زیبایی هستیم، و زیبایی رو بیاریم در کل زندگی، نه که فرض کنیم فقط یه تابلو نقاشی زیباست. از اون صبح که بلند میشیم، حرف که میخوایم بزنیم، حرکاتمون، راه رفتنمون، نشستنمون، نوع کلماتی که انتخاب میکنیم، تناسب این که این حرف الان باید زد یا نباید زد. ممکن یه حرف خیلی خوبه، یه کسی مهمانی داده بود، مهمانی مفصل، خونه ساخته بود، بعد به یه آقایی گفتن شما یه صحبتی مثلا در مقدمه بکنین، رفت پشت میکروفون و گفتش که هر کی آمد عمارت نو ساخت رفت و منزل به دیگری برد. این خوبه در این مجلس مهمونی که برای خونه دادن، شعر سعدی خیلی خوبه، ولی این تناسب نداره اینجا. بی تناسبی یعنی زشتی. یه روز اشاره کردیم که بی تناسبی گاهی خندم تولید میکنه. وقتی یه چیزی ما میخندیم معنی که ناگهان چیزی هیچ تناسبی نداره، آدم خندش میگیره. اصلا کمدی ها نگاه خاصی است به عالم که شما دائما بی تناسبی ها رو حس میکنید. منتها بعضیا بی تناسبی ها رو حس میکنن، هرس میخورن، خون جگر میخورن، بعضیا میخندن. بعضی میگن این آدم نگاه کن عجب ناجنسه، این مثلا خسیسه. یکی هم میگه آقا رو نگاه کن، نگاه کن پولاش چجوری داره میشموره. خست رو براش خنده داره. چرا؟ برای اینکه این کانگروئیتی دیگه، هر چیز زشتی تو دنیا هست هم میتونه بهش بخنده. خشم و هرس و شهوت و اینها که آدما گرفتارش هستن، اینها رو کمدین های نویسندگان کمدی در عالم کسانی بودن که میتونستن این اینکانگرویتی یعنی عدم تناسب که در نهایت همون زشتی هست، این رو عرضه بکنن و نشون بدن که میشه به این خندید و با خنده از خودشون دور بکنن. To laugh it away انگلیسا میگن، یعنی با خنده خودتون رو از این صفات دور بکنید، بفهمید که این صفات خنده داره، یعنی میخنده بریش آدم این کار رو بکنه. زیبایی رو بیارید در جز جز زندگیتون، در کلماتتون، در رفتارتون، در حرکاتتون، در لباستون، در خانه‌تون، همه چیزها رو باید به تناسب خودش، هر چیزی باید متناسب باشه. شعر آدم میخواد بگه، نمیدونم کتاب میخواد بخره، هدیه میخواد بخره، باید یه تناسباتی داشته باشه. یه نفر مثلا واسه این پروفسور زبان انگلیسی برای کتاب ببرن راهنمای دایرکت 3 مثلا. بنابراین گفت اون جوان که بله، ما عمرمون رو، گفتش که با شیر معرفت میشه که آدم این رو جدا بکنه و هم از اون شیرینی لذت ببره، هم عمرش آلوده به این شهوات نشه. اتفاقا راه درستش هم همینه. اینایی که میخوان که مستقیما از عمرشون رو صرف شهوات بکنن، اصلا لذت هم نمیبرن، لذت اونایی بردن که به معرفت رسیدن. اصلا لذت ها هست تو دنیا که مردم خبر ندارن. بعضی بزرگان بودن شب میومدن از حجرهشون بیرون، من این تجربه کردم خودم، آدم میگه چیکار بکنم، اصلا به کی بگم، و به کی برم بگم، به قول مشهدی به کی بگم اصلا که من چه لذتی دارم میبرم. عین الملوک، عین ابناء الملوک،
این کجا هستن پادشاهان عالم که ببینن ما چه لذتی داریم میبریم. این نویسنده بزرگ آلمانی، ساینتیست، دانشمند، گوته، نویسنده فاوست، این ازش پرسیده بودن که شما بزرگترین لذت زندگیتون چی بوده؟ خب این آدمی نبود که هیچ لذتی نبرده باشه، مثلا که کنج دهاتی بوده باشه، مثلا بگه من مثلا کتاب خوندم. نه، همه لذت رو برده بود. آدمی بود خیلی دارای شأن اجتماعی، از نظر زیبایی، خوشتیپ، خوشقامت، خوش صحبت، نویسنده بزرگ، همه زیبایی‌ها رو درک کرده بود، تجربیات خوب، مسافرت، شخصیت اجتماعی، شهرت، تمام اینا رو داشت. اما گفتش که من از هیچ چی به اندازه خواندن نمایشنامه شاکونتالا اثر کالیداسای هندی لذت نبردم. اینقدر زیباست، اصلا یه بارقه آسمانیه، دگرگون کرده گوته رو. با اینکه خودش اینقدر نویسنده بزرگی بوده و یه اثری مثل فاوست خلق کرده، مفقود این شده، کما اینکه مفقود حافظم شده بود، گوته عاشق حافظم شده، من که زیبایی شناس بود. زیبایی که مهمترین عامل لذت هست، اتفاقا خیلی ارزون آدم میتونه به دست بیاره. من یه کتاب خریدم توی دستفروشی افتاده بود جای مثلا 150 تومن کتاب خریدم. باور بکنید یه جعبه جواهره. هر شب من اصلا به شوق این که این کتاب بخونم میرم به رخت خواب. اینقدر لطائف این کتاب هست، اینقدر زیبایی ها هست از سخنان بزرگان. مثلا فرض کنید میکلانج 3 کلمه راجع به زیبایی گفته که زیبایی این است که هرچی اضافه است ورده پرگیشن آف، حالا این عبارتی که آدم نیست، یعنی پاک کردن اون چی که زائده، زیادی ها. مثلا که سنگو که شما میبینین زیادی هاشو ورده میشه میکلانج، میشه داوود، مجسم از داوود میشه. و این یه لطیفه ای توش هست، یه نکته، یعنی برق میزن ذهن انسان که سیغلی کن، سیغلی کن، سیغلی، تا در اون انوار قدسی رو نهد عکس حوری و پری در بجه. بنابراین من چون وقتمون رو به پایان هست یه اشاره میکنم فقط به اینکه زیبایی اولا مایه سلامتی جسم و جان ماست. هم جسم ما در اثر مواجهه با زیبایی و معاشرت با زیبایی سلامت میشه، چون بسیاری از بیماری ها مال ناسلامتی روحه. روح ما وقتی کوک شد و مرتبه زیبایی کوک میکنه آدمو، موزون میکنه، متناسب میکنه، اون وقت انسان حالش خوب میشه. الان شیوه هومیوپاتی برای معالجه بیماری ها نگرشش به انسان فرق میکنه، میگه که تو اگر بیمار شده باید که خوب نیستی، یه کار بدی داری میکنی، یه اشکالی در درون بشریت پیدا شده از نظر اخلاقی که این بیماری ها بهش هجوم آوردن. این ویروس ها و اینها نمیتونن با ما کاری بکنن اگر ما در سلامتی کامل باشیم. خداوند ما رو در یه حرم امنی قرار داده، حلقه امنیت گذاشته برای ما، لایه اوزون گذاشته، همونطور که دور زمین رو گذاشته ما داریم سوراخش میکنیم، همون لایه اوزون خودمون هم سوراخ میکنیم که اون ویروس میتونه مزاحمت ایجاد بکنه. بنابراین ما باید تقویت بشیم از درون و زیبایی یکی از عوامل تقویت کننده است. یعنی ما سالم میشیم، خوب میشیم وقتی که به حقیقت معنی زیبایی نزدیک میشیم، دو مرتبه شاد و خوش و خرم میشیم و اون خودش با تمام بیماری ها مبارزه میکنه. و اخلاق ما، این که موضوع اصلی صحبت ما هست، همینه که اخلاق ما در اثر مصاحبت با زیبایی خوب میشه. زیبایی و